سلام دوستان گرامی، بنده در این برنامه ها در نظر دارم داستان رستم و اسفندیار رو برای دوستان بگم، منتها به نظرم آمد که قبل از او یک سلسله مطالب کلی در باب شاهنامه و در باب فردوسی عرض بکنم. اونچه بنده مورد نظرم بود که اینجا به عرض دوستان برسونم، اولش این که خب این روایت‌های ملی آیا پیش از فردوسی کسانی بودند کاری روی اینها کردند نکردند، مآخذ فردوسی چه بوده، چون خودش میگوید که این مطالب از پیش سابقه داشته است و حتی اگر تصریح هم نمی‌کرد ما می‌دونستیم، برای اینکه در کتاب‌های بسیار کهن ایرانی مثل اوستا و تفسیرهای او به زبان پهلوی اسم عده زیادی از این قهرمانان یاد شده و هم در کتابهای تاریخ کتابهای ادب، بنابراین میدونستیم این مطلب رو حتی پیش از خوندن شاهنامه. این روایتها به پهلوی تدوین شده بود به نام خدای نامک یا خدای نامه. خدا چنان که میدونید و خصوص به صورت خداوند به معنی پادشاه هم هست و حتی خداوند خانه مثلا یعنی صاحب خانه، یا ده خدا یعنی مالک ده. بنابراین خدا به معنی پروردگار هست، به معنی مالک و صاحب و پادشاه و اینا هم هست و در پهلوی خدای نامک همون معنی رو داشته که شاهنامه. منتها وقتی که خواستن به عربی این رو ترجمه کنن، خدا ترجمه شد به الله و الله اون معنی بشری خدا رو در بر نداشت، به همین دلیل به جای خدای نامک این عنوان رو ترجمه کردن سیر الملوک، یعنی سیرت پادشاهان یا سرگذشت پادشاهان. همین گرفتاری هم در زبان فارسی بود، چون کلمه خدا رو به جای ایزد و پروردگار پذیرفته بودن و بیشتر به کار می رفت، این بود که عنوان کتاب رو شاهنامه ترجمه کردن نه خدای نامه. کسی که خدای نامک رو از پهلوی و عربی ترجمه کرد، مترجم بسیار معروف و درجه اول و نابغه زبان فارسی، عبدالله ابن مقفع هست که از انشاء او الان فقط کلیله و دمنه رو به عربی در دست داریم و مقداری گفتارهای پراکنده در کتابهای ادب عربی. کلیله در زبان عربی از نظر نثر همون مقامی رو دارد که گلستان شیخ اجل سعدی در فارسی، یعنی مقام اول رو دارد، البته به استثناء قرآن کریم که با مسلمانان معتقدیم که کلام خداست، بنابراین کلام خدا رو باید روزش کنار، اون با چیزی قابل مقایسه و طرف نسبت نیست. قرآن به کنار، از هر عرب درس خونده ای بپرسید اولین کتاب نثر عربی چیست، میگوید که اولین کتاب کلیله و دمنه است که به انشاء عبدالله ابن مقفع. عبدالله ابن مقفع عربی اولا زبان مادریش نبود، ثانیا در 32 سالگی کشته شد و تمام این فضل و کمال رو در این سنین جوانی آموخته بود و یکی از اتهامات او در اینکه به قتل رسید همین بود که گفتن نعوذ بالله کلیله و دمنه رو برای معارضه با قرآن و برای آوردن نظیری برای قرآن ساخته است، ولی البته علت اصلی کینه شخصی خلفای عباسی بود نسبت به این جوان ایرانی. به هر حال ابن مقفع سیر الملوک رو ترجمه کرد، کتاب مدت‌ها در دست بود، مقداری از مطالب او در کتاب‌های ادب عربی بر جای مونده ولی خود اصل عربی کتاب از بین رفته. خب آیا مأخذ فردوسی در سرودن شاهنامه همون کتاب ابن مقفع بود؟ به درستی نمیدونیم، ممکن است که کتاب ابن مقفع هم جزء مدارکش بوده باشه، اما در فارسی تشریفات گرد آمدن شاهنامه خوشبختانه در یه مدرکی به جا مونده که اون مدرک قدیمترین نمونه نثر ادبی فارسی است و در سال 346 هجری قمری نوشته شده. این مدرک موسوم است در میون اهل ادب به مقدمه شاهنامه ابو منصوری.
علتش این است که مردی ایرانی به نام ابو منصور پسر عبدالرزاق سپهسالار خراسان بود در دوره سامانیان، که اونها هم ایرانی بودند و از ایرانی بودن خودشون بسیار مفتخر بودند. این ابو منصور عبدالرزاق وقتی شنید رودکی کلیله و دمنه رو به امر نصر بن احمد سامانی به نظم آورده و در نتیجه این نظم شدن کلیله نام نصر بن احمد جاویدان شده، او هم خواست کاری بکنه که اسمش باقی بمانه و میبینیم که باقی هم مانده. به فکر افتاد که روایت‌های ملی رو جمع آوری کنه، چون این روایت‌ها همه نزد اشخاص بود، نزد موبدان، نزد دهقانان که طبقه تحصیل کرده و درس خونده و با فرهنگ کشور بودند، و خود فردوسی هم از طبقه دهقان بوده است. ز گفتار دهقان یکی داستان به پیوندم از گفته باستان، مقصودش کشاورز نیست، مقصود این طبقه درس خونده است که پاسدار فرهنگ ایرانی بودند. به هر حال عده‌ای از دهقانان و موبدان این روایت‌ها رو در شهرهای مختلف ایران از حفظ داشتن و روایت می‌کردن. به دستور ابو منصور پسر عبدالرزاق تمام کسانی که روایت‌های ملی رو از بر داشتن و می‌دونستان و روایت می‌کردن از شهرهای گوناگون جمع کردند و اینها رو یک جا گرد آوردن و اینها روایت‌های خودشون رو گفتند و منشیان اینها رو نوشتند و جمع کردند و تدوین کردند، به خط خوش نوشتند، تصویرها هم بر او افزودند و کتابی پدید آوردند به نام شاهنامه، اسمش رو هم گذاشتن شاهنامه، البته به نثر. و این شاهنامه در سال 346 هجری قمری تدوین شد و به پایان آمد و بعد هم مقدمه‌ای بر او نوشتند در همون سال 346 که این مطالبی که بنده الان خدمت شما عرض کردم تمام گرفته شده از اون مقدمه است. حتی در اون مقدمه اسم تمام این راویان روایت‌های ملی رو و این که هر کدام از کدام شهر بودن میگه. خب این شاهنامه ابو منصوری چه شد؟ طبیعی است که وقتی شاعری اون هم مثل فردوسی این روایت‌ها رو به نظم، اونم نظمی چنین فاخر بیاره، دیگه کتاب نثر رفته رفته فراموش میشه و از خاطرها میره. همینطور هم شد. شاهنامه نثر، شاهنامه ابو منصوری کم کم فراموش شد و از میون رفت. فقط مقدمه‌ای که بر اون نوشته بودن بر بعضی نسخه های خطی شاهنامه فردوسی الحاق شد و در نتیجه خوشبختانه ما اون مقدمه رو داریم که در او طرز گرد آمدن شاهنامه و تدوین شاهنامه یاد شد. بنابراین یکی از مدارک بسیار مهم فردوسی این شاهنامه ابو منصوری بوده است و خودش اینجا اشاره میکنه بدون اینکه اسم ببره ابو منصور رو. میفرماید که یکی نامه بود از گه باستان، فراوان به دو اندرون داستان، پراکنده در دست هر موبدی، از او بهره ای برده هر بخردی. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، مقصودش همون ابو منصور عبدالرزاق. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد، پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جست. زهر کشوری موبدی سال خرد، بیاورد و این نامه را گرد کرد. بپرسیدشان از نژاد کیان، و از آن نامداران فرخ جوان، که گیتی به آغاز چون داشتند، که ایدون به ما خار بگذاشتند. بگفتند پیشش یکا یک مهان، سخنهای شاهان و گشت جهان، چو بشنید زیشان سپه بد سخن، یکی نامور نامه افکند بن. چنان یادگاری شد اندر جهان، بر او آفرین از کهان و مهان. این اشاره به گردآوری شاهنامه ابو منصوری است به دست ابو منصور عبدالرزاق، اما این تنها شاهنامه موجود نبوده. در مآخذ قدیمی مثل مجمل التواریخ والقصص و تاریخ سیستان
کتاب‌های دیگری به نام شاهنامه بازیافت شده، یکی از اونها شاهنامه ابو علی بلخی است، یکی دیگر شاهنامه ابوالمؤید بلخی است. از اینها عبارت‌هایی هم در تاریخ سیستان نقل شده. البته متأسفانه خود کتاب‌ها به سرنوشت شاهنامه ابو منصوری دچار شد. علاوه بر این، از قدیمترین ادوار شاهنامه به نظم هم آمده است و حداقل ما دو تن رو میشناسیم که پیش از فردوسی دست به کار نظم شاهنامه بردن. یکی از اونها مردی است به نام مسعود مروزی یا مسعودی مروزی که مقدسی صاحب کتاب البدع و تاریخ که تحت عنوان آفرینش و تاریخ به فارسی هم ترجمه شده، در کتاب خودش می نویسد که پارسیان کتابی دارن به نام شاهنامه، این کتاب نزد اونها بسیار عزیزه، او رو جلد می کنن، به طلا و گوهر آرایشش می دن و سرگذشت پادشاهان و تصویر اونها در این کتاب هست و این کتاب خیلی گرامی است نزد ایرانیان. کاری که مقدسی کرده این است که دو بیت از اول و یک بیت از آخر این شاهنامه رو یاد کرده و اون چه ما از شاهنامه مسعودی مروزی امروز در دست داریم همین سه بیته که البته اون هم با تحریف و تصحیف بسیار هست، اما از او برمیاد که وزن اون شاهنامه وزن شاهنامه فردوسی نیست و در بحر دیگری است، در بحری که بعدها داستان ویسورامین و داستان خسرو و شیرین هم در اون بحر ساخته شد که به نام بحر هزج مسدس مقصور معروفه نزد اهل ادب. بار دیگر یک شاعر استاد ابو منصور دقیقی شروع کرد به نظم شاهنامه. فردوسی باز در مقدمه شاهنامه خودش از دقیقی هم یاد میکنه بی اینکه اسمش رو ببره. میفرماید چو از دفتر این داستان ها بسی همی خواند خواننده بر هر کسی، جوانی بیامد گشاد زبان، سخنگوی و خوشتب و روشن روان. به نظم آرم این نامه را گفت من، از او شادمان شد دل انجمن. جوانیش را خوی بد یار بود، ابا بد همیشه به پیکار بود. بر او تاختن کرد ناگاه مرگ، به سر برنهادش یکی تیر ترگ. بدان خوی بد جان شیرین بداد، نبود از جهان دلش یک روز شاد. و بعد جای دیگر به تصریح هم از او سخن میگوید که دقیقی داستان گشتاسپ و ظهور زردشت و جنگ های گشتاسپ با ارجاسپ را در حدود 1000 بیتی گفت و زندگی او سپری شد و به پایان آمد. حقیقت این است که این 1000 بیت دقیقی رو فردوسی در شاهنامه خودش عیناً نقل کرده و میگوید چبی دقیقی آمد به خواب من، گفت حالا که تو نظم شاهنامه رو پیش گرفتی، من 1000 بیتی از داستان گشتاسپ و ارجاسپ گفتم که روزگارم به سر آمد و اگر تو اونها رو یافتی در شاهنامه خودت بیار. و فردوسی میگه من آورده است در حدود 1060 بیته. اما ظاهراً و اونچه از مقدمه و مؤخره فردوسی بر این بیت‌های دقیقی برمیاد این است که فردوسی مخصوصاً با اینکه دقیقی شاعر استاد بوده، شاعر بزرگی بوده، مخصوصاً شعر دقیقی رو در شاهنامه خودش آورده تا به خوانندگان نشون بده که اگر شاعر دیگری این کتاب رو به نظم می آورد، این کتاب ممکن بود چه صورتی داشته باشه. و حقیقت این است که 1000 بیت دقیقی مطلقا طرف نسبت با شاهنامه فردوسی نیست و بسیار خسته کننده و ملال خیزه و داوری همه استادان ادب عین داوری خود فردوسی است که میگوید من اینها بگفتم که تا شهریار بداند سخن گفتن نابکار. جای دیگه باز میگوید نگاه کردم این نظم و سست آمدم، بسی بیت ناتن درست آمدم. چو طبعی نداری چو آب روان، مبر دست زی نامه خسروان. دهان گر بماند ز خوردن تهی، از آن به که ناساز خوانی نه. بنابراین ما از 4-5 شاهنامه خبر داریم. خلاصه کلام، یکی شاهنامه ابو علی بلخی، شاهنامه ابوالمؤید بلخی، شاهنامه مسعودی مروزی، شاهنامه ابو منصوری و شاهنامه‌ای که دقیقی نظم او را آغاز کرد ولی نتوانست پایان بیاره و 1000 بیت بیشتر نگفت، ولی خوشبختانه
از برکت وجود فردوسی و شاهنامه او هزار بیت دقیقی هم از صدمه زوال مصون ماند و در متن شاهنامه به دست ما رسید.